با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. دایچه باقری هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هستید. فرمان یکی از خلفای بعد راشدین به حاکم تازی ایران در مورد نحوه حکومت بر ایرانیان: میخواهی اینها را به فرمان داشته باشی، دانسته باش که اینان را جز با سیاست حضرت عمر ابن خطاب اداره نمیتوان کرد. باید این مردم را ذلیل کنی، طوری سرشان را بکوبی که نتوانند سر بردارند، تا میتوانی از درآمدشان بکاه و در تقسیم ارزاق از سهمشان بکاه و همواره گرسنه نگهشان بدار، زیرا که اینان چون سیر شوند به هوای عصیان میافتند. در جبهه‌های جنگ آنها را به صفوف مقدم بفرست تا نخستین هدفهای دشمن تازه نفس شوند. بکوش تا هرچه سختی و عذاب است نصیبشان گردد و سنگینی بارها هرچه بیشتر بر دوششان فشار آورد. باز میگویم این مردم را ذلیل کن و مورد تحقیر قرار بده. به درخواست ها و حوایجشان اعتنا مکن و خواهی دید که بهتر سر به فرمانت خواهند داشت. از ناسخ التواریخ جلد دوم و جنایات و مکافات شجاع الدین شفا اینو براتون انتخاب کردم. دکتر غنی نژاد از اقتصاددان‌هایی است که این روزها خیلی در شبکه‌های اجتماعی ازش ویدئو می‌بینیم، با شهامت جلوی دوربین صدا و سیما می‌شینه و از رفاهی که در زمان قبل از انقلاب مردم داشتن صحبت می‌کنه. نگاه کنید. اواخر کار ای بشر، هیچ دانی از ازل کی فتنه را آغاز کرد؟ آنکه دین را ساخت و ایمان فلک بر باد کرد. چون که قابیل از عقب بابیل زد هابیل را، حمله را از پشت سر در کل دنیا باب کرد.
نوح 900 سال کشتی ساخت توی یک کویر، کار دور از عقل را این مرد دانا باب کرد. بارداری بی حضور جنس نر را در جهان حضرت مریم به لطف حق تعالی باب کرد. از شروع این جهان مرد از پی زن می دوید، از پی مردان دویدن را زلیخا باب کرد. 11 تا بچه جز یوسف فقط یعقوب ساخت. صنعت انبوه‌سازی بچه را، انبوه‌سازی بچه را او باب کرد. رد شدن از نیل بی لنج و بلم امکان نداشت، رد شدن از نیل را با چوب موسی باب کرد. حرفه آتش نشانی را هزاران سال پیش از لج نمرود ابراهیم آقا باب کرد. گوسفندی که به قربانگاه اسماعیل رفت مبحث عیسی را در حد اعلی باب کرد. بس که کلکل کرد با موری سلیمان نبی، بحث و کلکل را میان جانداران باب کرد. بردن سگ در مکان خواب از عهد قدیم، عضوی از اصحاب کهف از باب تقوا باب کرد. آقا دخلتون اومده دیگه، باید وقتی خانوما میرن آشپزخونه غذا بپزه، از اون لحظه که پاشونو میخوان بذارن تو آشپزخونه یه سری دعا هست که باید اینا رو بخونن. اگه اینا رو نخونن خب خیلی ضرر میکنن. نگاه کنید ببینید، برای یک غذا پختن و ظرف شستن و خرید کردن یعنی تا کجاهای آدم اینا دخالت میکنن و حضورشون رو باید ثابت بکنن. اصلا باور کردنی هست یه همچیزی؟ هیچ جای دنیا هیچ دین و آیینی همچیزایی نداره. نگاه کنید.
آجاقا اگه وقت کردی یه موقعی یه گوشی بذار تو گوشت موقعی که داری کار آشپزی میکنی، یه کتاب گویای گوش بده، یک زبانی یاد بگیر، از علم و تکنولوژی چیزایی در مغزتون بذار، اگه وقت کردین البته. اما ما در سن بسیار زیبایی هستیم، تقریبا همه چیزهایی را که 60 سال پیش میخواستیم داریم. ما دیگر نه مدرسه میرویم و نه کار میکنیم، ماهانه پول تو جیبی داریم و مسکن آبرومند. ما مجبور نیستیم به موقع به خانه برگردیم. بعضی ها گواهی نامه رانندگی و حتی ماشین خودشان را دارند. خانم های همسن و سال ما از باردار شدن یا مردن نمیترسند، چون ما از قبل خوششانس هستیم که تقریبا پیر شده ایم. پس زندگی عالی است. همچنین ما فوق‌العاده باهوش هستیم. مغز ما کنتر از زیرا مملو از دانش است. ما به هیچ وجه احمق نیستیم. فقط باید بیشتر در میان هزاران دانش و تجربه حقایق لازم را جستجو کنیم. چیزهای زیادی در سر ما انباشته شده است که تقریبا به گوش داخلی فشار می آورند. به همین علت است که ما گاهی اوقات کمشنوایی داریم. مثل اینکه سرعت یک هارد کامپیوتر کم می شود چون پر از فایل است. مغز ما ضعیفتر نیست، اما اطلاعات بسیار بیشتری را جمع‌آوری کرده است. می گویند مردم همسن و سال ما اغلب به اتاق می آیند و نمی توانند به یاد بیاورند که واقعا چه می خواهند، چرا اینطور است، یا به یاد نمی آورند که چیزی را کجا گذاشتند. این مشکل حافظه نیست، طبیعت فقط ما را مجبور می کند که حداقل کمی بیشتر به حرکت ادامه دهیم. بریم یه شعر طنز سیاسی گوش بدیم. این مرتبه خان مملکت خواهم شد، مسئول کلان مملکت خواهم شد. نه تجربه دارم نه سواد، اما داماد سران مملکت خواهم شد. بله. ارشاد گرفتمان و ناشاد شدیم، یک دوست سند گذاشت آزاد شدیم. از دلبر خود که دل بریدیم، اما دلبسته خواهران ارشاد شدیم. با صحبت شیخ راه می افتادیم، شب بود و به یاد ماه می افتادیم. هر بار که می شما رو صاف بهشت، ما یاد زمان شاه می با این که هنوز انقلابی هستیم، دنبال امور ناحسابی هستیم. دنیا پی کشف آب در مریخ است، ما در پی کشف بیهجابی هستیم. وقتی کسی حالش بده بهش نگید ای بابا اینم میگذره، نگید درست میشه. نخواین با جوکای مسخره بخندونینش، نمیخواد بخنده، خندش نمیاد، قصه داره، میفهمین؟ قصه. براش از فلسفه زندگی حرف نزنین، از انرژی مثبت و مثبت باش و به چیزایی که داری فکر کن حرف نزنید. وقتی کسی ناراحته اصلا این شما نیستین که باید حرف بزنین. شما در حقیقت باید حرف نزنین، باید دستش رو بگیرین، بغلش کنین، تو چشماش نگاه کنین، براش چایی بریزید، براش یه چیزی که دوست داره بریزید یا بپزید، بذارید جلوش، بعد حرف نزنید، بذارید اون حرف بزنه و شما گوش کنید. هی فکر نکنین باید نظریه صادر کنین و نصیحت کنین. فکر نکنین اگه حرف نزنین خیلی اتفاق بدی میفته. شما جای اون آدم نیستید. شما زندگی اون آدم رو از وقتی به دنیا اومده زندگی نکردید. دستش رو بگیرید، بغلش کنید، سکوت کنید. اگه دلش خواست خودش حرف میزنه. دوزاریتون افتاد؟ اما در شرایط اقتصادی بسیار بسیار بد جمهوری اسلامی، اگه یک زن و شوهری بخوان بچه دارشن، فکر میکنین چه کار باید بکنن؟ نگاه کنین تنظر. بهرام به نظر دیگه وقتش نیست بچه دار بشیم. چرا وقتشه، ولی الان خانم بچه دقیقا چند در میاد؟ مزنه داری؟ قیمت داری؟ الان یه ویزیت اولیه دکتر و آزمایش ها و خرج زایمان. اونو که چیز میکنیم؟ طلاعاتو میفروشی؟ هزینه ها در میاد؟ نه هزینه های دیگه بازم داره. بعد یه تخت،
کالسکه و اسباب بازی. دو تا فرش داریم تو حال، اونا رو میفروشیم، این هزینه ها در میاد. شیر خشک و پوشک هزینش باله، اونو چی کار کنیم؟ پادری جلوی همون توالت رو میفروشیم، بجاش روزنامه میفروشیم. دانشگاه چی؟ این خونه رو میفروشیم، خرج دانشگاه و اینجور چیزاش میکنیم، خودمون میریم توی کپل یه چیزی زندگی میکنیم، یا مهم نیست. چیزا چی کار کنیم؟ ازدواجش، از این ازدواجش من فکر اونو کردم. از فردا ورزش شروع میکنیم تا کلیامون تا موقع حسابی قبراق و سرحال بمونه. شغلشو چی کار کنیم؟ نمیخوای یه سرمایه جور کنی بچه یه کاری شروع کنه؟ بابا تا اون بخواد یه شغل شروع کنه مشکلی نداریم، که قسط اون قبل دو طبقه مونو دادیم، قسطشو دادیم، قبل رو میفروشیم، یه سرمایه میکنیم، میریم دست بچه یه کاری شروع میکنه، مشکلی نداریم. پس خودمون کجا بمیریم؟ جوب، یه جوب خوشگل، آب زلال خوشگل پیدا میکنیم، سرمونو میذاریم میمیریم توش دیگه. مشکلی اسم بچه، اسمشو چی بذاریم؟ من تو اون پدرام پدرام من دوست ندارم، دوست ندارم، این اسم دوست ندارم. خب پس هیچی، بچه که اسمش پدرام نباشه همون بهتر که نباشه. آره بابا، بچه میخوایم چی کار آدم برای یه پدرام که زندگیشو نمیفروشه؟ بذار مجله مون بخونیم. انشای قولی امروز در رابطه با آثار تاریخی است که بعضی از نابخردان میرن یادگاری مینویسن روی این آثار تاریخی. سازمان جلب توریست بدترین شرایط رو برای توریست ها فراهم میکنه با حجاب اجباری و ممانعت های زیادی که داره و خیلی کارهای دیگه. این حرفا رو و اول انشاش زده تا میرسه به جایی که بعضی از افراد خودشون تاریخ هن مثل جنتی. نگاه کنید، ما در کشورمون بجز بناهای تاریخی آدمهای تاریخی زیادی هم داریم. آقا مورد داریم که طرف دوران پارین سنجی رو دیده، با دایناسورا جغور بغور چای خورده، به نوح کمک کرده پنگوانا رو سوار کشتی کنه، عصر یخبندان، عهد عتیق، دقیانوس، فرائنه، همه رو از نزدیک دیده، باهاشون دست داده، اش یادگار داره. الان هم دولا شده، کوچولو مچولو شده، میخواد راه بره، سه نفر باید چپ و راست اینا پشت و عقب اینا همه بغلش بگیرن کمکش بکنن. یا عالم هم خرج این لاسکیرتش و پمپرزش و اینا میشه. اما همچنان اکثر تصمیمات بزرگ گنده مملکت از زیر دست ایشون رد میشه. همه رو باید ایشون تایید کن، همه رو. بگم چی آقا؟ نه باش باید بنظر من آقا این موارد انسانی میتونن مثلا جاذبه گردشگری ما بشن. از اون آثار تاریخی که پول در نیورده اینا رو بذارین گردشگر پول در بیاره، توریست جذب بشه. آقا اسمشو بزن. نه دیگه باش من اسم میبرم، ولی بالاخره موزه بلیط و اینا بفروشه خیلی از پول در نه. آقا اسمشو بجم خوشتون میاد. باش ما در خانه و خانواده خودمان هم اشیای تاریخی فراوانی داریم. نه بابا. آره مثلا اتون تنبان پدرم که با خشتک معروفش همه میشناسن. آقا اقلش اما 70 سال قدمت داره، از پدر زوجش رسیده، به همه رسید تا رسید به پدرم، بیشتر از 700 سال قدمت داره. یا مثلا خود زرتاج ننه من آقا خودش به تنهایی از تاریخ شلتتومان پله پله میپوشه. آقا هر پله دامنشی که شما بزنی بالا یه دنه عتیقه زیرش پیدا میکنه. نه عتیقه مثلا سنجاق قفلی های زن زده، اینک کاچویی، چیست دعای چارگل قدیمی، آفتافه مسی، ساعت شنبات دار. اصلا آقا زرتاش ننی من خودش تنهایی یه دنه موزه متحده شنیم بر میرون بر همون بر میرون بر. آقا راستی شما میدونستین که تاریخ میتونه باعث مهر و محبت در خانواده هم بشه؟ چطور مگه؟ میشه بابا. بس چی؟ مثلا حتیم آقا اینجوریه، به عنوان نمونه از بکنم، تازه عروسه غذا درست نمی کنه، مهربون نیست، به شوهرش مثلا محبت نمی کنه، به زندگیش دلگرمی نداره، بعد دو ماده خسته می شه دیجه میره میگه که چی شده اصفم، بعد اونم میگه باهات گهلم، میگه چرا عجیزم، اونم میگه به خاطر این که بابا جناب مسئوله واسه خودش کاریه ولی منو دوست نداره، من گهلم. بعد آداماد میگه حالا چیکار بکنیم، بعد میگه که باید بره به بابات اینو بگی، بعد دو ماده میره به باباش میگه بابا جناب مسئول من، شما چه مسئولی؟ خب بیا دل عروست به دست بیار دیجه، بعد مثلا اون کاخ تاریخی رو که زیر دست شماست بده به این عروست، اونم میگه باشه عزیز دلم بیا عروس گلم این مال تو، گسته نخور، این کاخ تاریخی تو دست مال تو، برو توش هر چی که دوست داری بازی بکن، خانم ها جمع بکن،
مثلا آش درست کن دم درشون رو بفشه. خب بعد مدام میان از جناب مسئول میپرسن میگن چرا اینو دادی به عروست؟ میگیش مفت ندادن که، اجاره دادم دیگه، به قیمت گزاف 1,000,000 تومن در ماه، پول 4 تا هم به جرد با نوشابه. نه بابا. آخه جالبه، خونه در بود آخونه ما که تای شهره ها، تو خب همه جاشم داره میریزه، قد دیدن آلونه که اجارش الان ماه 4,000,000 تومنه، بعد اون کاخ تاریخی رو دادن به عروس خانم ماه 1,000,000 تومن، تازه عجم بده 1,000,000 تومن، بعد شما میگی هیچی نگو مجم می... آقا اسم اونو بگی. نه خیر. نتیجه این که تاریخ به جز داستانهای کشتار و خونریزی و جنگاش و پادشاه میاد پادشاه میره، یه سر قشنگیان داره. مثلا حتم این که تاریخ تکرار میشه از دای دلم، همه اون هوشبانهای ظالم یه جای ظلمشون سر میاد، بالاخره مردم یه کارهای میکنن تموم میشه، هر شبی صبح میشه، هر ظلمی دوره داره، هر سلطان یه روز از تختش میای پایین. تاریخ پر از درسه، به شرطی که ازش درس عبرت بگیری. آو این جمله خودم نبود، آقای زربرقیان معلم تاریخمون همیشه میگه. آها به هر حال از تاریخ درس بگیرید قبل از اینکه خود تاریخ درسش رو به شما فرو کنه. تمام. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درودی مجدد به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داروش باقری هستم در برنامه این روزها. مالیات ما کجا خرج می شود؟ بودجه حوزه های علمیه در سال 1402 بیش از 6400 میلیارد تومان بود. 8000 مدرسه کانکسی و سنگی در کشور وجود دارد که بودجه مورد نیاز برای جمع‌آوری اینها یه چیزی حدود 6000 میلیارد تومنه. یعنی این پولی رو که دارن میدن به حوزه‌های علمی نمیدونیم چه کار میکنن اون تو، میتونستن تمام مدارسی که تو کانکس و سنگیه و تو طویلس و اینا رو درست کنن، مدرسه خوب بسازن. سازمان نوسازی مدارس تازه گفته نیمی از مدارس کشور را خیران ساختند. این هفته تولد مجید رهنورد بود، تولدش مبارک اگر بود، جاش خالی است. نگاه کنه مجید جان، تولدت مبارک نیستی ولی عکسات همه جا هست. مجید بعد رفتنت خیلی از بچه های دیگه همون اومدن میشه. اینجا چه خبر؟ چی بگم؟ از وقتی که رفتی یه سری پشت بچه همون رو خالی کردن، یه سری هم وسط راهشون رو خالی کردن، یه سری هم کاسبی انقلاب کردن، یه دی هم هنوز مثل اون روزه که بودی خواب. مجید اینجا همه درد دارن ولی انگار درمون نمیخوان. آب نیست، فقر همه جا رو گرفته، دزدی، بیفرهنگی، طبیعت نابود شده. تو همه چی رفتیمون تهمه ها، ولی مثل کسی که عزیزش مرده و نمیخواد قبول کنه، قبول نمیکنن که چقدر بدبخت شدیم. مجید آبرومون تویی، مگر نه اینا آبرویی برامون نذاشتن؟ اما تو اصلا نگران نباش، بچه های پاکار همه بهت سلام رسوندن و گفتن بهت بگم که ما تا آخرش هستیم، حتی اگه بازم پشت ما رو خالی کنن. مجید جان قرارمون به زودی پای مجسمت تو ایران تو جشن آزادی، میخوام برات حسابی برقصم. برای آنانی که میاندیشند هیچ چیز مقدس نیست. وقتی یه چیزی رو مقدس میدونید، نه راجبش فکر باید بکنید، نه سوال بکنین راجبش، نه نقدش بکنین، اجازه ندارین. این آقای آخوند راجب از همون احادیث معروف میگه حضرت علی وقتی به دنیا اومد، رفتن بالا سرش، شروع کرد به خواندن قرآن. آخه یکی نیست از اون پایین که نشسته بگه آقا اون موقع که علی به دنیا اومد
هنوز پیغمبر قرآنو که نیاورده بود که 30-40 سال بعدش آورد. نگاه کنید، یه بانو یه قنداق دستش بود، از خانه کعبه خارج شد. این قنداقه به دست مقدس پیغمبر اکرم، در روایت دارد مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقام و شریف، بوسه زد لب و دهان و چشمان مبارک حضرت علی مرتضی، فرمود یا علی اقرا. امیر المومنین شروع کرد به تلاوت قرآن. میگه در بین 50 کشور فقیر جهان 22 کشور مسلمانند و رؤسای این 22 کشور جزو 500 نفر ثروتمند جهانند. 32 کشور ببخشید، یه ذره چشام خوب ندید، رهبراشون جزو ثروتمندترین آدم ها هست. همین خامنه‌ای ببینید چه چیزهایی زیر دستشه، چه سازمان هایی از بنیاد مستضعفان بگیرید و غیره غیره، که جوابی هم پس نمیده ها. اما میدونید که سازمان اوقاف با این اوقاف گیت شده، با این دامداری و این زمینایی که داد به عروسش آقای خاموشی و سر صدایی مایی 1,000,000 تومان هم اجاره گرفت ازشون. توی قولی داشت انشاشو میخوند تو قسمت اول. ببینیم زینب خانم، خانم موسوی در این مورد چی میگه. الو سازمان اوقاف، ببخشید من یه دونه از این ملکای پشت قباله‌ای میخوام. داریم ازدواج میکنیم. یعنی چی؟ چطور تو قزوین میدید؟ نه 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 نه، این شو حواسش نیست، شما برو بردار بیار. این زن بچه خودش از تو خونه جلو چشش برمیداره نفهم، من که اصلا سگ نمیشنسه. نه نه شما بیار به من بده، من دوست دارم، اجارش رو میدم، ما 1 تومن جیرینگی نقد میدم. نه خود اونا نمیدون، خودش در جریان نیست، عروسش رفته برداشته، کارش هم تمام بشه میذاره سر جاش، من هم کارم تمام شه به خودم میذارم سر جاش. یعنی چی نمیدین؟ من چیز خاصی نمیخوام، من کاخ سعدآباد رو میخوام. یعنی چی وقف نیست؟ پس چیه؟ من کاخ سعدآباد رو میخوام، علیرضا قربانی رو توش میخوام، باید هر روز بیاد برام چیز. کسی نمیفهمه که دارم میگم از جلوی چشمش تو خونه زن و بچه‌اش برمی‌داره، حاج آقا حواسش نیست نمیفهمه. ببین تو خود تلاش تو بکن که چیز، چرا قطع میکنی؟ بی تربیت. مواظب هم دیگه باشیم، از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشیم، پیر میشیم. از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشیم، میبریم. از یه جایی به بعد دیگه تکراری نیستیم، زیادی هستیم. پس قدر خودمون، خانوادهمون، دوستامون، زندگیمون و کلن حضور خوشرنگمون رو دو صفحه دفتر وجود بدونیم. محبت تجارت پایاپای نیست، چوتکه نندازیم که من چی کردم تو در مقابل چی کار کردی. بیشمار محبت کنیم، حتی اگر به هر دلیلی کفه ترازوی دیگران سبکتر بود. بریم گزیده ای از هنرمندان رو، دیالوگایی رو که گفتن بشنویم. در مدرسه از من پرسیدن وقتی بزرگ شدی میخواهی چه کاره شوی؟ پاسخ دادم خوشحال. به من گفتن که سوال رو درست متوجه نشدی، در جواب گفتم شما زندگی رو درست متوجه نشدید. لذت میبرم از زیستن حتی به غلط. پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو، وجود داشتم به غلط. اصلا کی تعیین میکنه درست و غلط چیه؟ میگن هر کاری رو با لذت انجام بدی 5 دقیقه به عمرت اضافه میشه. این همیشه تو میگفتی، وقتی که من خیلی حالم از دنیا بد بود میگفتی زندگی چیزی نیست که سر تاخچه از یادمون بره. به سان روز که در نشیبی در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش، هر چی رو تصور کنی، هر خوبی و هر زیبایی رو در زنده بودنه. تو هر کشوری اگه کسی کار خلافی انجام بده تبعیدش میکنن به یک کشور دیگه، ولی تو ایران ممنوع الخروجش میکنن. یعنی خودشون میدونن که اینجا دیگه آخرشه. یا آقای زندی نماینده مجلس اومده خانومش رو استخدام کرده با یه حقوق کلان،
بهش خبرنگار زنگ زد آقا برای چی تو خانوم تو آخه استخدام کردی؟ ببینین چی جواب داده. موضوع اینه که شما خانومتون رو به عنوان مشاور خودتون در مجلس معرفی کردید. خب من این دفعه طبق قانون میتونم من پرسنل دستگاه اجرایی بگیرم دیگه. قانون یک از پنج نفر. قانون میگه کارشناسان نخبه باشن. همسر شما کارشناس نخبه است. شما میگی من چیکار بکنم؟ ایشون رو تو بندر عباس بذارم خودم تهران باشم. کار بدی کردم. که همسرم کنارمه، کمکمه. کار بعد اینه که داره حقوق میگیره از استانداری هرمزگان. خب نه الان اگه پیش منم نباشی کجا حقوق میگیره که؟ با 150 سال اضافه کار؟ با 10 روز ماموریت؟ شما چرا این چنین چیزی رو خلاف واقع مینویسید؟ من به اندازه دو برابر این دارم کار از ایشون. ما 5 تا نیرو مجلس نگاه کن خانم محترم به اندازه قانون میگه شما 5 تا مشاور میتونید داشته باشید. وقتی ماموریت نمیفرستیدش این چه عدد دروغیه میرسه؟ یعنی دروغ خیلی ممنونم خانم، خیلی ممنونم. آقای مراد قطع کی جوابگوه؟ میگه در کشورهای غیر مسلمان اعتقادات دینی مردان بسیار ضعیف است، به همین خاطر با دیدن موی زنان نامحرم تحریک نمیشوند. اینجوریه دیگه. هستم به حضورتون که اما تابستون داره میاد و فصل خربوزه. بدونید خربوزه همه میوه ها باید به ولایت اعتقاد داشته باشن، بعدش هم حتما به ولی فقیه دیگه. اصلا باورتون نمیشه این چیزا. فکر کنید جو که اینا رو ساختن. نگاه کنید، امیرالمومنین درهم پولی دادن به قنبر، گفتن قنبر برو اشتریت به تیخاتن، برو سه تا خربوزه بخر بیا. قنبر رفت سه تا خربوزه خرید، اومد محضر امیرالمومنین. موقعی که نشست محضر حضرت، خربوزه اول رو پاره کرد. همین که اومد بچشه این خربوزه رو، گفت آقا جان شور است، این خربوزه شور است. حضرت فرمود من النار الی النار، از آتش به آتش بندازش بره. خربوزه دوم رو قارچ، موقعی که خربوزه دوم رو پاره کرد، نگاهی کرد دید تلخ، تلخ. گفت آقا جان تلخ. حضرت فرمود من النار الی النار، از آتش به آتش بنداز بره. خربوزه سوم رو پاره کرد، خربوزه سوم رو که پاره کرد، گفت آقا مزه نداره، بی مزه است. حضرت فرمود بنداز بره. من النار الی النار، از آتش به آتش است. مجددا پول دادن، برو خربوزه بخر بیار. خربوزه که خرید، اومد خربوزه اولو که بار کرد، دید مانند عسل شیرین است. حضرت فرمود این همون خربوزه است. بده او واقعا قضیه چیه؟ مولامون امیرالمومنین فرمود ان الله تبارک و تعالی ارز بلایتنا علا اهل السماوات و الارض و علی الثمرات. خداوند متعال ولایت من امیرالمومنین رو ارزه بر اهل آسمان و زمین و حتی میوه های درختان کرد. اون میوه هایی که ایمان به ولایت من امیرالمؤمنین آوردن، یعنی اونا که گفتن اشهد ان علی ولی الله، فرمود شیرینشونو داره. میوه های درختانی که میوه های زمین و درختانی که ایمان به ولایت من آوردن، حضرت فرمود این میوه ها خداوند متعال بهش شیرینی عطا کرد. زبان قاصر از توضیح. شم به کبریت گفت از تو میترسم، تو قاتل منی. کبریت گفت از من نترس، از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی. عامل نابودی انسانها تفکرات منفی خودشان است، نه عوامل بیرونی. آقا یه دونه ویدیو وایرال شده تو شبکه‌های اجتماعی، خیلی هم بیننده پیدا کرده، و اون یه سنجابیه که مثل هنرپیشه ها یک حرکتی رو کرده که اصلا نمیشه فهمید چرا این کار رو کرده و چی تو مغزش بوده. اومده یه دونه تی از اینا که زمین میشورن انداخته، خودش رفته زیرش در حالت مرده اینجوری خوابیده که ازش فیلم بگیرن که بگه مثلا با این منو زدن. نمیدونم چی فکر کرده، ولی نگاه کنید خیلی جالبه. Flying squirrel has faked its own death and then even staged a crime scene. All right, so in a clip that's gone viral, the rodent knocks over a broom. When it fails to land in a convincing position, the squirrel has a bit of a rethink, a forward roll, so it ends up under the broom. It's pretty convincing for a devastating murder scene. And it, hang on, final flourish, the squirrel ending up with arms splayed and the murder weapon across its chest. این دنیای حیوانات هستیم. بذارید یه ویدئوی دیگه هم نشونتون بدم از سگی که بچهش سیمای یک دستگاهی رو گاز گرفته و صاحبش بخواد تنبیهش کنه. نگاه کنین عشق مادرانه این سگ رو به بچهش، نگاه کنین اصلا باور کردنیه.
اول برنامه نشون دادم در قسمت اول استاد غنی نژاد راجع به رفاهی که در زمان قبل از انقلاب مردم داشتن رو توضیحاتی میداد و اون موقع کشورهایی مثل امارات در فقر زندگی میکردن، اصلا باید میدیدید اون وضعیتشون رو. حالا تبلیغایی که برای خودشون میسازن که تبلیغ کنن کشورشون رو، یکیش اینه که نشونتون میدم، نگاه کنید. مرحبا، عندكم اي مشكله؟ Do you have any problem? Yes, fuel problem. Что говорит? Она говорит, ты красивый. Наверное. In our country, no problem with gas. Dubai? میگه تو کشور ما هیچ کس مشکل سوخت نداره. عرضم به حضورتون که یک فیلم سینمایی هست به نام جاده خاکی که پناهی ساخته، اونو کار خیلی قشنگیه، خیلی زیباست، اینو حتما ببینین. راجع به خانواده است که جوونشون رو میخوان ببرن از مرز یواشکی رد کنن، که همه مسائلی که در ایران زیاد هستش. صحنه‌ای از این کار خیلی قشنگه. یه صحنه است که برادر کوچیک روی شونه پانتها پناهی ها یک دابسمش میکنه از شعر ابی، ترانه ابی. خیلی قشنگ اینو کار کرده. انتهای برنامه نگاهش کنید، خیلی لذت بخشه. اما چند دقیقه راجع به جیل باکس صحبت کنیم. جیل باکس HT500. دوستان این شماره رو بارها بارها گفتم یادداشت 818-451-5678. اگر خواستید دستگاه جیل باکس سفارش بدید، به هر دلیلی، حالا دستگاه قدیمی دارید، خیلی قدیمی دارید، دستگاه متفرقه دارین، یا دیش و ریسیور اگر هنوز دارید، یا هر شکل دیگه ای از دستگاه دیگه استفاده میکنید، که حتما آخرش میرسید به اینکه جیل باکس رو تهیه کنید. برای اینکه جیل باکس رقیب نداره، بی نظیره. مدل 500 جدیدترین مدلش بسیار پیشرفته است. تعداد کانال های تلویزیونی که داره بالاتر از 800 کانال تلویزیونی داره به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، عربی، دری، آذری، آشوری. در بخش فارسیش بیشتر از 200 کانال فارسی داره، که بیشتر از 60-70 کانال فارسیش فقط در جیل باکسه. این کانال‌ها کانال‌های کودکانه، کانال‌های فیلم‌های سینمایی هالیوودی جدید 2023 حتی دوبله شده هستش، سریال‌های گوناگون، شبکه‌های تلویزیونی شده دارم خدمتتون میگم، شبکه‌های سیاسی، علمی، مذهبی، فرهنگی، هنری فراوون داره که تو هیچ دستگاه دیگه‌ای شما پیدا نخواهید کرد. علاوه بر اون مجموعه از فیلم‌های سینمایی، سریال بیش از 1,000,000 ساعت داره که هر شب هم بهش اضافه میشه. اپ هم داره، سریای جیل باکس های 500، اپ یوتیوب و نتفلیکس و اینا. همین جاده خاکی که انتهای برنامه خواهید دید، برید تو یوتیوب جیل باکس و بزنید جاده خاکی و فیلم کاملش رو ببینید، خیلی زیباست. اما فقط به شماره 818-451-5678 زنگ بزنید، برای اینکه همیشه گفتم اولا کردیت کارتتون رو خود کمپانی جیل ویز از کانادا چارج میکنه، خیالتون راحته که ارزان ترین قیمت، یعنی قیمت خود کمپانی بدون واسطه گرفتین 389 دلار آمریکایی. از همه مهمتر این که خیالتون راحته دستگاه اصل و اورجینال جیل باکس، وارانتی روش داره که اگه یه موقع دستگاهتون خراب شد مجانا عوض میکنن دستگاهتون رو، و هر کشوری هم هستید از همون کشور، انبار اونجا هست، از همون انبار کشور میفرستن در خونتون میاد تحویلتون داده میشه. و اگر با شماره 818-451-5678 زنگ بزنید، که فقط حتما به این شماره زنگ بزنید، اگر یه موقع سوالی، کمکی، راهنمایی خواستید، باز میتونید اون وقت به همین شماره زنگ بزنید. یادتون نره این شماره تنها شماره است که شما باید بهش زنگ بزنید و دستگاه جیل باکستون رو با واتساپ و هر شبکه اجتماعی هم میتونین با این شماره تماس، واتساپ راحت تره براتون، واتس اپ براتون از همه راحت تره. 818 451 5678
8 و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار بود. خدا نگهدارت.